در مسجد چند نفره؟ در پیشواز و سفرهای رحمانوف چند نفره؟ و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن حاجه را بستند. برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان. ششمی نویبر رحمانوف در کجا بود؟ در فرانسیه. چکارش داشتن؟ دستمالش داشتن. اکثریت مکتب ها را چارمین های بین المللی را قطع کردن. برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهرونداش. رحمانوف ریخه اخی. ریخه میدونی چی میشه؟ ترسون چکه؟ سلام هموطنانی عزیز. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتهاش. اما بعد امروز میخوام چند دقیقه در اطراف بزرگترین، بهترین و عالیترین مکان که مسجد است، خانه خدای، چند دقیقه صحبت داشته باشم. و اولا مثال میارم از سخن خداوند تعالی که برای ما و شما میگه در سوره توبه آیه 18: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. پروردگار میگه که کسایی که به خدا و روز قیامت باور دارند، همونها مسجد میسازند، تعمیر میکنند، بنا میسازند، یعنی برای خداوند و برای خانه خداوند و برای عبادت خودشون. نفرایی که به خدا و به روز آخرت ایمان دارند و نماز میخوانند و زکات میدن. این آیت است، این سخن خداوند، این سخن بنده نیست. و پیش از این آیت هم خداوند اول مثال میاره مشرکو، نفرایی که ایمان ندارن، یعنی کافرو، و میگه حق ندارن مسجد بسازن زیرا و ایمان به خدا ندارن. اما بعد از او برای ما و شما بنده های خدا و نفرایی که به خدا به روز قیامت و به فرستاده هاش به جهنم به بهشت باور داره، مثال میاره که مسجد شما بنا میکنه، که شما به خدا باور دارین، به روز قیامت هم باور دارین. شرایطی که فعلا قرار داریم همه ما و شما در هر جای هستیم، در هر منطقه هستیم، یک شرایطی بسیار حساس و خطرناک است. برای همه ما و شما معلوم شد که از 19 نوامبر سال 2019 از همسایه کشور ما و شما یک بیماری جدید، یک بیماری خطرناک با وجود آمد، پیدا شد و در تمام جهان تا امروز هزارها نفر انسان ها را از این دنیا، یعنی رشته عمرشون را میکنه و به آخرت میفرسته. بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس. و اینجا هم باید یک نقطه بسیار مهم ذکر کنیم، یاد کنیم، برای شما گوش زد کنیم، اگرچه تکراری های تمام کشورها قریب بعد از این بیماری که به دنیا پهن شد، کشورهای از اون جمله ابر قدرتمند و که تا زیرا بسیار قربانی دادستن، سری وقت اعلان کردن که ما داریم و چاره هاش پیشگیری کردن، یعنی تا جای تونستن کارانتین اعلان کردن، یا که بعضی جشن ها و چاره بینی ها، یا که بعضی کارخانه های بزرگ موقتا یا من کردن، یا که یکون روشی یکون با تنظیم در آوردن، یکون روشی جدیدتر پیشنیاد کردن. اما تاجیکستان ما و شما میدونین که تا 30 اپریل شما تصور کنین که دکمبر، یانوار، فوریه، مارت، اپریل، 5 ماه میگفت در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. کشوری که با ما و شما همسایه های، همسرحد های، مرزش با مرز ما و شما های، خطای چین، در تاجیکستان نبود است کرونا ویروس، اما در افریقا، امریکا، اروپا، روسیه، در این طرف هم بود است. یعنی کرونا ویروس مانندی که به هواپیما می رفته دیگر کشور رو تاجیکستان نمی اومده. حالا که اگر مثال بیاریم، در خانه یک همسایه ما و شما علاو بزنن، خانه را علاو بزنن که آتش بگیره، هیچ نه دودش یا که بویش میگیم همونش به خانه ما و شما میان. این را میدونین نه؟ انا که ببینید از چین به تاجیکستان نمی اومده 5-6 ماه، بعد 5 ماه بعد یک داخل میشیده، از کجا داخل میشه اونم با برای ما نگفتن، تا حاضر نگفتن که همین کرونا ویروس در تاجیکستان اومده، بالاخره
فشار سازمان های بین المللی به سازمان تندرستی جهانی به مخالفان بود که رحمانوف هم مجبور کردن که گفت در تاجیکستان ویروس آمد 30 اپریل، اما نگفتن که از کجا آمد، نگفتن از کجا آمد، بخاطری که 22 مرد مرزای تاجیکستان بسته شد. اگر آزادتر خوبتر بگین اشکارتر، ازبکستان در روزش هم مرزش به تاجیکستان بست، قرغیزستان هم بست، برای که اول ازبکستان بعد قرغیزستان اینا پیش از تاجیکستان گفتن که ویروس در ما وجود دارد. اونها دروازه‌شون رو بر تاجیکستان بستن. روسیه هم همچنین شرکت های هواپیمایی‌ش رو به تاجیکستان بست. خلاصه بسیاری کشورها به تاجیکستان راه‌های هوایی‌ش رو بستن و مرزهای زمینی‌ش هم بستن. اما در وقتی که همه بسته بود، از کجا ویروس پیدا شد در تاجیکستان؟ و 30 اپریل هم نگفتن که، یعنی یو امومالی یا یک سروزیرش یا یک وزیر تندرستی که ویروس اومد، یعنی خودشون گزارش میدادن، یک بیچاره برنده را گفتن که همجا اعلان که ما ویروس داریم تموم با همون. خب الان نگاه کنین دوستانی عزیز، مسجدها این خانه خداوندن و این برای عبادتن، برای بنده های خداوند که عبادت میکنن. روزی 4 مارس، همین 4 مارس سال روان، مسجد ها را یک یک بارا بستن، یک یک بارا مسجد ها را بستن. این هم در حالی بود که تمام بزرگ ها دا مردم دویده کرده رفتن، روغن، آرد، دیگر چیزها را خریدن که کارانتین می شود، همه بسته می شود، دیگر ما گشنگیده می مریم. شورای علما در حال اعلان کرد که مسجد ها بسته شوند، این هم برای بیماری کرونا ویروس، گویا که ویروس در داخل مسجد باشه. حالا که تمام طبیبا تا حاضر فقط یکی از سببای پیشگیری ویروس ها چی میگن؟ تازگی شوشتن دست در یک روز چند مرتبه. تصور کنین یک نفر مسجد می روید، فرق ندارد 18 ساله باشه، 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله باشه، مسجد می روید، به نیت چی می روید؟ به نیت نماز خوندن. و می دانیم که کسی که طهارت نداشته باشه نماز نمیخونه و درست هم نمیشه نمازش، به طهارت نماز درست نمیشه. مسجد در اومدن با پای به طهارت میدروید، یعنی که دیدن که مسجد تماشا برو، خب یکون همو حکومتی برای گب زدن هوایی اگر نرود، دیگر هر نفر که مسجد میرود پای به طهارت و بنیت نماز خوندن میرود. مسجد را بستن. حالا اینکه در یک مسجد، مسجد ما شما چی جمعه خونیش باشه چی جمعه، ما 5 وقتش هم مثال بیارم، خب جمعه کمی زیادتر می روید نفر و مردم ملت، اما 5 وقته دا ما باور دارم که چیز هم خیلی من تجربه کردیم دیدگیم با چشمون، در نمازی بامداد در مسجد 5 وقته ای 8-9 نفر زیاد نمی بینی در نمازهای بامداد. در نمازهای پیشین شاید یکم 15-20 نفر باشه، نمازی اصل در شاید 20 نفر باشه، نمازشان کمی زیادتر 30 نفر 35 نفر می روید نمازی 5 وقته، نمازی خفتندن با یا 20 یا 25 نفر شما ببینید، 20 یا 25 نفر برای این همه خدر نفر ها، او را با میگون که برای یک مهلتی 5 دقیقه یا شاید 10 دقیقه، با هم 10 دقیقه من کردم بهانه گفتن که کرونا ویروس های برای احتیاط. خب اینا بگذاره گپی شروع علما را باور کنیم، مسجد ها بسته شدن، اما در مقابل مسجد ها ما دیدیم که مکتب ها بسته نشدن. در سین خونه چه نفره؟ تو 30-40 نفره در سین خونه، ساعت هاش قطع میشینن، جشن ها و معرکه هاشون بسته نشید. دیدین چی معنی داره کارشون؟ این را میگن دشمنی به خدا، دشمنی به الله. به خدا دشمنی کرده نمیتونن، به بنده ها دشمنی کرده میتونن. یا سخنی امیر رحمانوف میمونم یک بار گوش کنین چی میگه. روزی 7 مارس 4 مارس مسجد را محکم کردن، 7 مارس ببینین که ای چی میگه. در بینی قریب یک
3000 زن هست و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن احواجه را بستند. برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان. اکثریت مکتبها را چهارمین های بین المللی را قطع کردن. برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهرونداشان. خب نگاه کنین، روزی هفتمی مرد همی گفت میگه در بینی قریب 3000 زنکه دیگر دیدگی هستی نه؟ یکون تش نقاب نداره، نم نقاب های که مسکه نداره. همی بیماری کرونا ویروس اولا به زبان میگذاشته های دهان، یکم سیرویتش هم به دهان های دختران، زنان، چی یوش چی پیر همه شی نمی خیلی اینجا پایانش نیست، کرتوشون هم خریه های اینجا ایزار کنه دارن چی میگنش؟ اینه خیلی کرتوشون توی نه اینجای پشون های همینجا شتگی ها با او هم دعوای مسلمانی هم میکنن، شاید با خشی ما و شما هم باشن، بعضی ها مادرشون شاید باشن، خواهرشون باشن، همین زن ها در تاجیکستان ها در نزدی رحمانو فهم شما ببینه چی گفته استای؟ چی گفته استای شما فهمیدن گفت هم ریاد برگم مانمش؟ شما گوش کنید خوب چی میگه میگه دیونا؟ خب این گپی را اگر باور کنیم بگیم خب بسیار گپش مهم تاثیر کرد، گپی بسیار بمانی، گپی بسیار منطقی هم، خونه خدا را میگم محکم کند خودش در بینی زنکو گلزیسته. شما میفهمین که همین بیموری با میگون که از جای جوز شدم، یعنی جینز چی میگنش؟ جوز نباشی، زیچ نباشی، نزدیک نباشی، باید مسافه باشه که بیماری میگذره. یک دیمش مسکه ندارن، نقاب ندارن، سری لیچ، خیلی سری لیچ، یک طرف دستای استینکالتا، پاهای لیچ، بیزار، یک دو شیشتگی هم این دیونه خیصه ایجاد با او 1000 کیلومتر چند که همیشه با عربیستان ایجا گفزسته. برای چی میگم من خونه هر مسجد الحرام و خونه خدا را بستم؟ برای چی؟ برای امنیتی مردم شون، سلامتی ملت شون. حتی میگه که بعضی کشورها چورابینی های بزرگ مکتب ها را تعطیل کردن. برای چی؟ برای سلامتی امنیتی ملت شون. همین چیزا را خودش نمیکنه، این گپ شبینین ای کجا نقطه میزنه، نول میزنه، اینکه خودش در پیش خودش هم کار توازی را مکتب ها شده نه؟ بزرگ ها را بینین پیامبر ما و شما نگاه کنید، بزرگترین شخص در دنیا، ای اول دنیا تا اخیره بزرگترین شخص حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین مکان ها در روی زمین در نزد خداوند ان همین مسجد های، بدترین مکان، بدترین، فسادترین، بزبترین، شرترین مکان بزرگای میگه در نزد خداوند. بازارای ما شما ببینن کشودگی هم این همین کاروان سخوات سلطانی کبیر اونا و دیگر جلجم های با چند بزاری که داریم همه این کشودگی هم کرونوی رو در مسجد میزن اومای 8 نفر 10 نفر نماز میخونن، 1000 نفر در بزار های 100 نفر میگو بوده یک اگر بود دانشگاه ها رو بگن در یک چیشون سیمخونه شون تا 40-50 نفر میشینن نه؟ در اوجو نمیگذره بینی خوب در پهلوی یک دیگر میشینن.